بیتا فرهی بازیگر فیلم هامون درگذشت. بیتا فرهی با نام اصلی بیتا لهارخانی دینبلی متولد یک فروردین 1337 در تهران بازیگر سینما و تلویزیون در خانواده با فرهنگ و اصیل به دنیا آمد. اون در سال 1359 از مدرسه هنر جان پاورس آمریکا با رشته هنر فارغ تحصیل شد. بیتا فرهی تک فرزند بودند و خواهر و برادری نداشتند. فرهی به زبانهای انگلیسی و فرانسه مسلط بود. بیتا فرهی در جوانی ازدواج کرد و در اولین ازدواج خودش صاحب دختری به نام محسا شد و اون پس از جدایی با فردی به نام علی آزموده ازدواج کرد. تنها فرزند بیتا فرهید تو پاریس زندگی میکرد و این بازیگرم برای دیدار با اونها مرتب در حال سفر بود که همین امرم باعث شده بود که چندین کاری که بهش پیشنهاد میشه رو و متاسفانه رد بکنه. سال 57 به آمریکا رفت و مدتی بعد وارد مدرسه هنری شد و در اون زمان هدفی برای بازیگری نداشت و در نهایت بعد از سه سال در سال 1360 به ایران برگشت. بیتا فرهی برای اولین بار در سال 1368 در سن 31 سالگی با فیلم هامون با نقش محشید در کنار هنرمندان برجسته همچون خسرو شکیبایی و عزت الله انتظامی جلوی دوربین رفت. ممنونم که همراه ما هستین و مرسی که با لایک و سابسکرایباتون از ما حمایت میکنید. بعد از هامون مهرجویی بلافاصله دست به کار ساخت بانو شد. اون در جایی گفته بود که فیلم نامه این کار بر اساس شخصیت بیتا فرهی نوشته شده. شاید شخصیت بانو رو به بیتا نزدیک دیده بود و با شناختی که از اون داشت این نقش رو به فرهی پیشنهاد کرد. و این چنین بود که فرهی و شکیبایی و انتظامی بار دیگه با هم همبازی شدن. بانو ساخته شد. اما هفت سال منتظر موند تا روی پرده نقره ای جان بگیره. در سالهای بعدی از دهه هفتاد بیتا فرهی فعالیت هنری خودش رو با همکاری با کارگردانان بزرگی همچون احمد رضا درویش، بهمن فرمانارا، مسعود کیمیایی و رخشان بنی اعتماد ادامه داد. اون به همراه خسرو شکیبایی هنرمند برجسته دهه هفتاد یکی از مشهورترین و محبوبترین زوجهای هنری این دهه را تشکیل داد. بیتا فرهی با حضور در سریال تلویزیونی ولایت عشق به کارگردانی مهدی فخیمزاده نقش آزردخت را بازی کرد و وارد صحنه تلویزیون شد. ایشون دارای جوایز و افتخارات بسیاری بودند همچون برنده بهترین بازیگر نقش اول سریال های تلویزیونی برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن نامزد سیمرغ بلورین و نقش آفرینی زیادی در فیلم های سینمایی و تلویزیونی داشتند متاسفانه بیتا فرهی این روزها در بستر بیماری به سر می برد و متاسفانه در روز یک شنبه 21 آبان ماه سال 1402 بهار افشاری اخباری از بستری شدن بیتا فرهی در بیمارستان رو تو صفحه شخصی خودش منتشر کرد. بعدا مشخص شد که این بازیگر به دلیل مشکلات ریوی و قلبی در بیمارستان بستری هستند که متاسفانه ظهر امروز چهار آذر ماه از دنیا رفت. روحشون شاد.